می شدن بودند. در این قسمت از برنامه و در رابطه با همین موضوع، با این انتخاب، با چه هدفی و با چه سیاستی پشت اون هست، صحبتی دارم با یکی از فعالین حقوق زنان. روی خط تلفن حلاله طاهری رو دارم. حلاله طاهری از فعالین حقوق زنان و از مدافعین جنبش رهایی زن. ضمن خوش آمدگویی به شما به برنامه امشب ما. خیلی ممنون، منم تشکر میکنم از شما و بینندگان عزیز. حلاله طاهری، 10 کابینه دولتی پشت سر گذاشته شده و این تقریبا میشه گفت در این تاریخ اولین باری است که 3 زن وزیر معرفی میشن به مجلس. چه سیاستی پشت این امر هست؟ با چه هدفی؟ بله، در واقع در دهمین کابینه دولت جمهوری اسلامی که این دفعه احمدی نژاد 3 نفر رو انتخاب کرده، در واقع هدف استفاده از این موضوع به عنوان حربه‌ای علیه جبهه مقابلش، رقیب مقابلش در واقع موسوی و کلان جنبش سبز، و داره پولیتیک میزنه و در واقع داره به رقیب خودش میگه که مسئله زن که شما مدعی هستی، مدافعش هستید، شما نیستید، منم میتونم دفاع از حقوق زنان کنم. ولی به طور واقعی این مسئله پوچیه، نه تنها در دولت کابینه احمدی نژاد، بلکه در سراسر جهان اتفاقات تاریخی اینجوری پیش اومده. و به طور واقع در وقتی که یک سیستم هنوز سیستم جامعه سرمایه، سیستم سرمایه داریه، وقتی که قانون اساسی جمهوری اسلامیه، وقتی که خود دولت جمهوری اسلامی که 30 سال کارنامش برای همه مردم معلومه، مشخصی که در همچنین سیستمی با چنین قانون اساسی و با چنین دولتی شما 10 تا وزیر دیگه هم زنان بذاری، 50% به اون شکلی که توی اروپا میخوان مد کنن و بگن این برابری زن و مرد، بذاری توی جمهوری اسلامی، باز هم رهایی زن به دست نمیاد، باز هم زنان بی حقوقن، باز هم اون زنان خودشون میشن نماینده و مسئول زن ستیزی در خود جمهوری اسلامی. مگر تاچر در دهه 70 در اروپا بیشترین ضربه رو به طبقه کارگر، زن و مرد، در جامعه انگلیس نزد؟ و در واقع هنوز که هنوز طبقه کارگر با زن و مردش، با همه اقشار مترقی و آزادی خواهش، کمرشون راست نمیشه از اون موج حمله‌ای که تاچر به این حمله کرد. کم نیست در جامعه‌ای که در جهان بیان نمایندگان در مجلس و وزیران زیادی که برای اینکه ثابت کنن به پای مردان میرسن و پستشون رو نگه دارن، کرسیشون رو نگه دارن، رئیاشون رو نگه دارن، بیشترین ضربه رو به هم جنسای خودشون میزنن، به زنان به طور مشخص میزنن. و بنابراین این مسئله هم به همین داستان خاتمه پیدا میکنه. حتی اگه جنبش سبزم به حکومت برسه، موسوی هم به حکومت برسه و 10 تا از شیرین عبادی و جمیله کدیور و حقیقت جو و همه اینا رو بیاره سر کار، مادام که سیستمش همون سیستم سرمایه داریه، مادام که شعارش اسلام ناب محمدیه، و مادام که قانون اساسی که سر تا پا زن ستیزه، به همین روز دوچار میشه و حقوق زن همچنان پایمال میشه، رهایی زن به دست نمیاد و زنان مجبورن دوباره شروع کنن به یه حرکت مستقلی، به یه موجی که مدافع حقوق اونا بپیونده و در مقابل اون حکومت میستن. حلاله طاهری، پیشینه این خانم هایی 3 زن پیشنهادی احمدی نژاد به مجلس چی هستش؟ ببینید، پیشینه این خانوما امروزه، چون که این دو جبهه به جان هم افتادن بر سر مسئله قدرت، اگه شما حتما رفتی روی سایت ها دیدید، بیشترین افشاگری ها رو علیه همدیگه میکنن. اون چون که میگن، مثلا از جمله میگن که یکی از این خانوما اصلا با پذیرفتن کنوانسیون حقوق زنان ایران هم به این به پیوند مخالف بوده، و یا اینکه معتقد بودن که یکی از خانمای دیگه معتقد
معتقد به این بودن که دانشگاه ها رو باید تفکیک کرد، مؤسسات تحقیقاتی همه جا رو باید تفکیک کرد، زنان مردانه کرد، و یا اینکه گفتن که با کشتن چند زن تنفروش میشه جامعه رو اصلاح کرد. اینا زنایی هستن کاملا سنتی هستن، معلومه که از قشر اصولگران، معلومه که گفتم همون اولش هم گفتم که در واقع برای اینکه بتونن این موقعیت خودشون رو حتی اگه قبلا نماینده هم بودن تو مجلس حفظ بکنن، باید خیلی نشون بدن کارایی خودشونو در ضدیت با زن، ضدیت با حقوق بشر، برای اینکه بتونن توی این پست ها بمونن و به این قیمتی که به اون موقعیت میرسن. مسلمه زنهای به شدت سنتی و اصولگرا هستن و با همچنین پیشینه‌ای امروزم وزیر بشن و توی اون سیستم نه تنها هضم میشن، چماق اصلی رو در دست دارن علیه جنبش زنان. مطرح میشه که این زنها برای گرفتن حقوق زن پیشنهاد شدن و در این امور میخوان فعالیت بکنن، چقدر این امر به واقعیت نزدیکه؟ این متاسفانه این یه پیشینه خیلی تاریخی داره، همیشه اینجوری میگن، به خصوص حالا اجازه بدی از یه نمونه از اروپا شروع کنیم. تمام عشق و امید فمینیسم در اروپا همیشه اینه که اگه ما 50-50 50% در کابینه های دولتی قدرت داشته باشیم، یا هر جایی که مسئله مربوط به قدرت و تصمیم گیریه، توی هیئت هایی که مربوط به تصمیم گیری ما 50% رو حفظ کنیم، ما به این برابری میرسیم، برابری زن و مرد میرسیم. ولی این واقعا پوچه، چون ما رو گمراه میکنه از مسئله اصلی که عبارت از اون کجاست که شما 50% رأی رو میخواید، چه سیستمیه، چه قوانینی داره، بر مبنای چه خصوصیاتی داره اونجایی که قراره 50% از زنان اونجا برن. یه شرکت بزرگ تجاری 50%ش زن باشه، چه نفعی برای زنان طبقه کارگر اون شرکته داره که اونجا کار میکنن؟ بالاخره اون سیستم فکری اینه که همه کارگرا رو با زن و مرد، و اتفاقا زنا رو بیشتر به خاطر اون موقعیت اجتماعی که در سطح دنیا برای زنان به وجود اومده، بیشتر استثمار کنه، و در نتیجه اون زنا هم سهیمه، اون خانم‌ها هم سهیم هستن در اینکه این قانون تصویب بشه بر علیه زنان. و در اصلا واقعیت نداره، برای اینکه همونطور که گفتم کسی که میخواد توی اون کرسی بشینه یا باید کرسی رو ول کنه وقتی که دفاع میکنه از حقوق زن. شما فکر کنید میخواید از مسئله آیا میشه در این سیستمی که اینا مطرح میکنه اصلا حرف از حجاب زد؟ این خانم‌ها خودشون 100 بار بیشتر از مردم عادی خودشون رو پوشوندن. نگاه کنید اینا اصلا نمیتونن صدای جوانان زنان جوان در ایران باشن. زنان جوان در ایران هر روز 30 ساله مبارزه میکنن با حجاب، از تا یه دسته رو میگیرن دوباره 10 دسته دیگه سر برمیارن، اعتراض میکنن، حجابا رو برمیدارن. جنبش آزادی خواهانه و برابری طلبانه زنان به عبارتی جنبش رهایی زن کجا ایستاده و چه مطالباتی رو تا به حال طلب کرده و پیش رو داره؟ جنبش آزادی خواهی و برابر طلبی همیشه شعارش مشخص و واضح بوده. اولا که با هیچ کدوم از این جبهه ها نیست، اینا دوستان دروغین زنانن. و جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی وظیفه داره که اینو به میان میلیون ها زن در جامعه ببره و باید بگه که در واقع صف مستقلی باید درست بشه. هیچ کدوم اینا خواستهای زنان رو برآورده نمی کنن. جنبش مستقلی که به این معنا مستقله که به جبهه سوم بیپیونده. ببینید همین الان مبارزات کارگری در جریان و اعلام موضع می کنه که از جبهه سب جبهه سیاسی هیچ کدام نیست و داره خط خودش رو پیش می بره، داره مبارزات خودش رو پیش می بره، داره به کلیت جمهوری اسلامی اعتراض می کنه، داره به کلیت قانون اساسی داره اعتراض می کنه. و زنان از جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی به این موج، به این جبهه متعلقن و باید برن زنان رو در این جبهه سازمان بدن و جمع‌آوری بکنن. همین الان مسئله اساسی زندانیان سیاسی، نگاه کنید تجاوز به زندانیان سیاسی فقط 2 نمونه مشخصه.
جنبش آزادی خواهی و برابر طلبی باید بگه که ما خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی در این 30 سال هستیم که هنوز در دست جمهوری اسلامیه. ما آزاد خواهان آزادی زندانیان سیاسی اول ماه مه و دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب و هر کسی دیگه ای هستیم. علیه سنگساریم، علیه حجابیم، علیه اعدامیم. و این یه بچشه. یه بچش هم اینه که به طور مشخص باید به جبهه به مبارزات کارگری بپیوندن و به طور مشخص اعلام کنن که با کلیت جمهوری اسلامی مشکل دارن، با کلیت قانون اساسی مشکل دارن و هیچ کدوم اونا رو قبول ندارن و برای سنگونی جمهوری اسلامی در کنار مردان، در کنار طبقه کارگر، در کنار آزادی خواهان میلیونی که امروز با هیچ کدوم از اون صفا نیستن بایستن و مبارزه کنن. با سپاس فراوان از حلال طاهری. مرسی، خیلی ممنون.